بزرگاش برگزار شده. سخنرانی دعوت کرده بودند، یکی از دکترهایی که خیلی مقام بالایی داره، همه شما میشناسید، من نمیخوام اسمی ازشون بیارم، ولی ایشون سخنران جلسه بودن و بنا بود که مقام خیام رو معرفی بکنن. خیام کی هست؟ دفاع این، یعنی صحبتی که این خانم دکتر در رابطه با خیام کردن، من یاد صحبت زنده یاد دکتر شریعتی انداخت که بهترین حمله بد دفاع کردنه. وقتی که شما میخواید یه نفر رو بکوبید، بهترین روش کوبیدن یه آدم اینه که بد ازش دفاع کنید. این خانم تشریف آوردن پشت میکروفون، همه چیز گفتن و جالب اینجا بود که چند تا رباعی از خیام خوندن و رباعیات خیام رو میخواستن مستنداتی از مولوی و حافظ و سعدی بیارن. یه دستاتی که از خیام، مقام خیام، شعر خیام در کنار آثار دیگرش رفته، چیز جانبی، کار جانبی و تفننی بوده و در این جلسه همه چیز گفته بود، گفته شد، جز این که بگن این ترمیم جلالی ما رو کی درست کرد که روز اول اون ساعت لحظه اول بهار رو کی آمد محاسبه کرد و برای ما گفت که سال از کجا شروع بشه. ترمیم جلالی یکی از یادگارهای بزرگ خیامه. در این جلسه همه چیز گفته شد جز این که بگن که آقا علم جبر، همین جبری که ما تو دبیرستان میکنیم، جبر هندسه، این کی بنیان گذاری کرد؟ اصلا کی بنای علم جبر رو گذاشت؟ در این جلسه همه چیز از رباعیات خیام خونده شد، ولی هیچ کس نگفت که قبل از انقلاب، اگه یادتون باشه، جز اون لوح هزار که هم سن من هستن نمیشون هست که قبل از انقلاب آپولو 11 وقتی میخواست به کره ما، اسم 100 دانشمند بزرگ جهان رو روی لوح زرینی نوشتن که فضانورد آرمسترانگ، فضانوردی که رفت اونجا، روی کره ما این لوح زرین رو نصب کرد. و هیچ کس نگفت که چرا خیام رو دنیا به عنوان 100 دانشمند بزرگی میشناسه که دنیا رو تکون دادن، دنیا رو متحول کردن. هیچکی اشاره به این نکرد که خیام قبل از اون که یک شاعر باشه، یک فیلسوفه، یک حکیمه. ما 4 نفر رو در تاریخ خودمون و در تمام طول تاریخ خودمون 4 تا هیچ کس از این موضوعات بحثی به میان نیاورد. هیچ کس نگفت که خیام کسی است که تمام معادلات چند مجهولی خیام هنوز که هنوزه، که مثلثی که خیام اومده اختراع کرده برای پیدا کردن ذرایب معادلات چند مجهولی به نام مثلث خیام پاسکال، هنوز که هنوزه در تمام دانشگاه‌های معتبر دنیا داره تدریس میشه. فقط آمدن جالب اینجا بوده بعد از اون ترفند قدیمی که خیام می‌خواستن یه خیام دیگه بتراشن که دو تا خیام داشتیم. اول می‌خواستن اینجوری کنن، ما دو تا خیام داشتیم، یکی خیام شرابخور، یکی هم اون خیام که این شعرا رو گفته. هر چی تلاش کردن دیدن نه، نشون دیدن نمیشه. بعد دیدن نمیشه، حالا اومدن چیز دیگه، باز تفند دیگه زدن، میگن که آقا خیام اون شرابی که میگه شرابان یهوداست، این شراب این گویند کسان بهشت با حور خوش است، گویند کسان بهشت با حور خوش است، من میگویم که آب انگور خوش است. این نقد بگیر و دست از آن نسیه بدار، کاغاز دهل شنیدن از دور خوش است. آقا اگه ناراحتین چرا مطرح میکنید اصلا؟ به ما چی که خیام شراب خور بوده یا نبوده؟ مگه اونوریا مگه کار دارن به این که ادیسون عرق میخورده یا نمیخورده، ویسکی میخورده یا نمیخورده؟ مگه اونوریا کار دارن به این که اینشتین
مشروب میخورده یا نمیخورده به ما چه مربوطه؟ بیاید اون چیزایی که داره مطرح کنید، سعی نکنید که انگوش بذارید روز چیزایی که اصلا نباید گفته بشه، جز زندگی خصوصی خودش بوده، به ما چه ربطی داره؟ و خیلی چیزه دیگه که من نمیخوام بگم و بهتره که نگم، چون وقتی نیکارگیو نیکنون خیام است، نی کارگری و نی کنون خیامیست، نی کوزگری و نی سفارین جامیست. آن کوزه کجاست تا بگوید صد بار بیچاره کسی که در چنین ایامیست.